خب توی ویدیو 92 دیدید که بهتون گفتم که چه اتفاق افتاد وقتی ما ویدیو رو استاپ کردیم و مشکل کجا بود گفتم که ما یه چیزی میخوایم یه لایف سایکلی میخوایم به نام کمپوننت ویل آن ماونت وقتی که کمپوننت ویل آن ماونت وقتی که شما داخل اپلیکیشنتون هستید و ازش مثلا خارج میشید یعنی مثلا میرید این الان شو استریم دیگه درسته من میرم داخل استریم و ازش خارج میشم اون موقع ما میخوایم چیکار کنیم اونو دیستروی بکنیم برای این کار ما میام اول کارمون رو انجام میدیم و بعد بهتون میگم که میخوایم چیکار بکنیم چطور میکنم کامپوننت ویل آن یا سی دبلیو میشه کامپوننت ویل آن و اون موقع میگم که موقعی که از کامپوننت اومدیم بیرون تایپ میکنیم دیس دات پلیر به همین راحتی و این چیکار میکنه برای ما دیستروی میکنه حالا نگاه بکنید ما اینجا میایم میزنیم استارت استریمینگ و اینجا میبینید که استریم میشه پشت داریم خودمون رو چیکار میکنیم میبینیم حالا اینجا پلی رو میزنیم بعد پلی رو بزنیم همیشه بعد میبینید که اینجا نوشته فلان و, فلان و فلان و فلان که ما کاری باش نداریم به معنی که من داخل آل استریم و اینجا چیکار میکنم اینجا استاپ میکنم ببینیم که آیا کنسول لوگ به ما نشون میده یا نه استاپ که میکنم بینید که دیگه کنسول لوگ اینجا به ما نشون نمیده چرا چون موقعی که ما از استریم میایم بیرون چی میشه این دیستروی میشه و دیگه اون کار بر ما انجام نمیشه پس متوجه شدید که کمپوننت لایف سایکل ها به چه صورت هست کمپوننت دید ماونت داریم کمپوننت دید آپدیت داریم کامپوننت ویل آن داریم و کامپوننت دید آن داریم و تمام لایف سایکل ها رو اینجا داریم همه رو داخل این میتونید ببین. ببینید اگه تایپ بکنم کامپوننت میبینید هر جا که زده کامپوننت میبینید که لایف سایکل هاش هم اینجا داره دید آپدیت ویل آپدیت ویل ریسیو پراپس که اینا چیزهایی هست که ما زیاد در رابطه باش حرف زده باشیم ولی کامپوننت دید کچ set state اینا همشون میبینید که لایف سایکل های متفاوتی هستن ولی 99 درصد شما بیشتر از اینا استفاده نمی کنید بیشتر از, از این کنستراکتر استفاده می کنید بیشتر دید ماونت استفاده می کنید و بعد دید آپدیت استفاده می کنید و می بینید که این همون پریویوز پراپس بود که بهتون توضیح دادم خوش داد ویل آن ماونت استفاده می کنید می بینید که باز کامپوننت دیگه هم داریم اگه من اینا رو ببندم شوت کامپوننت آپدیت داریم که اولای ویدیو اگه نگاه کرده باشید بهتون توضیح دادم Uh, static get uh, get drive state from props اصلا از این مطال استفاده نکردم تو react این هم همینجور get snapped before updates فکر کنم یه بار من از این استفاده کردم و اینجا رو میتونید همه رو سلایف سایکل ها رو بخونید اگه دونه دونه بین اینا بریم خیلی طول میکشه کمپوننت دید کش داریم این برای ایرور هست و ایرور و اینفو هست و میبینید که ریاکت فوقلاده قوی هست وقتی که به چیز میرسه لایف سایکل ها میرسه و چیزهای دیگه میرسه میبینید که داکیومنتشن دارو یا خیلی کاملی داره اینجا اگر نگاه کرده باشید خب این از اپلیکیشن ما که ساختیم اپلیکیشن کارش اینجا تموم میشه و ریاکت هنوز بحثش تموم نشده اتمام اپلیکیشن تموم شد و هنوز یه سری بحث در رابطه با سیستم کانتکست سیستم داریم با ریاکت و همینجور ریپلیس کردن ریداکس داریم و همینجور هوکس که در رابطه باش صحبت خواهیم کرد فعلا